کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، در ایران و خارج کشور به پیش میره. این برنامه، برنامه سوم ویژه این کارزار هست تا ببینیم این کارزار چطور در ایران داره گسترش پیدا میکنه و چطور در خارج کشور صدای مردم ایران هست که زیر تیغ جمهوری اسلامی نمیتونن نفس بکشن. این برنامه خواهیم پرداخت به تراژدی فاجعه بار قتل‌های ناموسی که به صورت زنجیروار از خرداد 99 تا به الان اتفاق افتاده. من شیرین شمس هستم به همراه میثم عتیق. در این برنامه انقلاب زنانه با شما هستیم. روز یک شنبه اول تیر 99 مصادف با 21 ژوئن 2020. با ما باشید تا ببینیم که این برنامه به چه صورت پیش میره و چه مهمانانی رو خواهیم داشت، چه میزگردهایی و چه گفتگوهایی در این برنامه. من ناموس کسی نیستم، رومینا هستم، دختر آبی هستم، زینب 12 ساله هستم. من رومینای این سرزمینم و دستان پدری فرزند کش در کمین من است. ناموسم میخوانند و من هر آنچه از خودم میدانم ناموس کسی بودن نیست، رومینا بودن است. من فقط در سرآغاز تجربه های زیستنم بودم، عاشق شدن، فارغ شدن، با تمام غلط ها و درست هایم، با تمام اشتباهات و لذت هایم، با هر آنچه که باید به من زندگی را می آموخت و تجربه ام می شد. من سحر هستم، ناموس کسی نیستم و تمام آنچه از خودم می شناسم این بود که رهایی و حق انتخاب می خواهم و زندگی را با انتخاب های خودم دوست می دارم. من زینب هستم، ناموس کسی نیستم و تمام آنچه از خودم می دانم این بود که تازیانه های فقر را دوام نمی آورم. من دخترهای ایرانیم، زنان ایرانیم، رومیناها، سحرها و زینبهای ایرانیم، ناموس کسی نیستم و تمام آنچه از خودم می دانم این است که آزادی، امنیت، احترام و حق انتخاب می خواهم و اکنون تنها چیزی که از رومیناهای من، سحرهای من، زینبهای من باقی مانده است فریادی است در گوش شما که باز مانده هایم را دریابید. من فرشته نیستم، اما شما که قتل مرا رقم میزنید دیو هستید و پلید. من ناموس کسی نیستم چنان چه کشته میشوم. اما در رابطه با تراژدی قتل‌های ناموسی که از ابتدای خرداد 99 به قتل‌های سریالی تبدیل شدن میخوام صحبت بکنم. خرداد امسال شروع قتل‌های ناموسی سریالی بود. زنی به نام هاجره که باردار هم بود در بلوچستان به دست همسرش به شکل فاجعه باری به قتل میرسه. چند روز بعد رومینا اشرفی دختر 13 ساله به دست پدرش در استان گیلان سرش با داس بریده میشه. فاطمه برهی که امیدوارم فامیلیش رو درست گفته باشم، زن 19 ساله‌ای در آبادان توسط شوهرش در بیداری سرش با چاقو بریده میشه. یک روز بعد در همون شهر یعنی در آبادان یک زن متأهل و دارای 3 فرزند به دست برادرش با ضربات چاقو به سینه به قتل میرسه. لیلا فرخی در کرج با اسلحه شکاری به دست شوهرش به قتل میرسه. و خبر دیگه این که 29 خرداد زنی به اسم سمیه فتحی در کرمانشاه به اجبار پدر، برادر و سایر اعضای خانواده مجبور به خوردن قرص برنج میشه و حتی بعد از مردنش برای حفظ شرف مردانگی حتی براش مراسم ختم هم نمیگیرن. در همین کرمانشاه چند روز قبل دختری توسط پدرش سرش با تبر قطع میشه. قتل‌های ناموسی که در خرداد 99 اتفاق افتاده
تحت حاکمیتی اتفاق میفته که زهرا نویدپور رو خودکشی میکنه، تحت حاکمیتی که ریحانه جباری رو به قتل میرسونه که چرا در مقابل تجاوز جنسی از خودت دفاع کردی، حاکمیتی که گشت ارشاد رو به جون زنان انداخته در خیابونها که زنها رو میگیره بازداشت میکنه، مورد ضرب و شتم قرار میده و همین گشت ارشاد خودش الگویی برای آزارها و خشونتهای خیابانی و حتی خانگی هست. گشت ارشاد که وابسته به حکومت هست عملا داره خشونت و جنایت علیه زنان رو در خیابانها اعمال میکنه و اینطور هست که جمهوری اسلامی در وهله اول خشونت علیه زنان رو قانونی، دولتی و قضایی کرده. بنابراین اگر خواهان پایان دادن به خشونت و جنایت علیه زنان باشیم، حتما باید به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. حکومتی که 40 سال خشونت و جنایت علیه زنان رو به صورت خشونت و جنایت‌های سازماندهی شده حکومتی درآورده. کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم صدای تمام این زنانی هست که زیر تبر پدرشون نتونستن نفس بکشن، زیر داس پدرشون نتونستن نفس بکشن، زیر ضربات چاقوی برادرشون نتونستن نفس بکشن، زیر چاقوی شوهرشون گلوشون بریده شد و نتونستن نفس بکشن. این کارزار متعلق به تمام این زنانی هست که با اسم رمز ناموس، با اسم رمز زنکشی برای حفظ شرف و غیرت مردانگی به قتل رسیدن. با ما باشید تا در این برنامه ببینیم کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم چه اهدافی داره و چرا معتقده که باید مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو هرچه بیشتر شدت بخشید تا زنان و همه مردم ایران رها بشن. میثم عتیق همراه من هستی، میدونم که تو هم خبرهای بسیار زیادی داری، خبرهای کوبنده، رادیکال و پیشرو، رویدادهایی که در تقریبا 72 ساعت گذشته فضای سیاسی رو متحول کرده. میایم از تو بشنویم ببینیم که در 3 روز گذشته چه اتفاقاتی افتاد. شیرین سلام میگم به تو همچنین بینندگان عزیز. من در ابتدا در رابطه با این توضیحاتی که از خشونت ساختاری علیه زنان که توسط جمهوری اسلامی سازماندهی میشه به صورت مستمر، دوست داشتم اشاره‌ای داشته باشم به آماری که همین دیروز سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد. ببینید ابعاد و وسعت این خشونتی که ازش صحبت می‌کنیم که سازماندهنده اصلی اون جمهوری اسلامی است به چه شکل است. فقط در سال 98 تنها در یک سال بیش از 95,000 پرونده همسرآزاری و کودک آزاری توی پزشکی قانونی جمهوری اسلامی مفتوح شده و اگر همین رو فقط در نظر بگیریم میبینیم که این به این معنی است که روزی بیش از 260 پرونده در این رابطه خشونت سازمانی یافته علیه زنان که در قالب داس یا تبر پدر، برادر یا امثال اینا خودشون نشون میده که سازماندهش حکومت هست، در واقع بیش از 260 پرونده در یک روز فقط داره مفتوح میشه و اگر این رو لحاظ کنی که به ازای هر چند تا مورد خشونت علیه زنان که تو جامعه اتفاق میفته چند تاش تا مرحله پزشک قانونی و باز شدن پرونده میرسه، میدونیم مسائل اخلاقی، فرهنگ و چیزهای از این قبیل باعث میشه که بخشی از زنان سکوت کنن و صحبتی از خشونت علیه اونا نداشته باشه، اما همین نشون میده که چقدر ابعاد این فاجعه وسیعی هست که همین 95,000 تا رو اگر مبنا قرار بگیریم میبینیم که این خردادی که ازش صحبت کردی که پر از قتل‌های ناموسی بوده از کجا نشأت میگیره، از پدیده ننگین به اسم جمهوری اسلامی. اما سوای از این دو تا موضوع دیگه فکر می‌کنم خوب باشه بهش بپردازیم. میثم تو به نکته خوبی
اشاره کردی در رابطه با آماری که در رابطه با زن آزاری و خشونت علیه زنان هست، من در ادامه صحبت‌های تو قبل از اینکه به اون موارد مهم بپردازی یه نکته هم می‌خواستم اینجا بگم که خوب شد تو این بحث رو باز کردی. مسئله اینه که قبل از این خشونت‌های خانگی که به این صورت، قبل از این قتل‌های ناموسی که به این صورت افشا و علنی بشه، که قطعاً ده‌ها مورد دیگه هم هست که هنوز علنی نشده و افشا نشده، معصومه ابتکار گفته بود مسئله خشونت خانگی در ایران مسئله حادی نیست و حتی ما وضعمون از خیلی جاها بهتره، از خیلی کشورهای دیگه بهتره. منتها این قتلا که اتفاق افتاده الان در درون خود حاکمیت هم بحث‌هایی شده، اختلاف نظرهایی وجود داره و موردی که توجه رو جلب میکنه اینه که روزنامه صنعت یه مطلبی نوشته، محمد رضا محبوب فر که جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی هست، هشدار داده به اتاق‌های فکر امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، گفته این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه، خشم عمومی داره فوران میکنه و اومده از دو جنبه این مسئله رو بررسی کرده، گفته یکی جدال مدرنیته و سنت در ایران و یکی مسئله فقره که باعث میشه که از خود بیگانگی باز تولید و تولید و باز تولید بشه و نهایتاً این منجر به قتل‌های ناموسی بشه و این هشدار رو داده، گفته که اگر که میخواید که اعتراضاتی شکل نگیره، خشم عمومی در واقع به شکلی نیاد که نوک حملش به سمت جمهوری اسلامی باشه، باید برای مسئله قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان یه فکری کرد. میخوام بگم که انقدر مسئله حاده و انقدر این مسئله داره در این فضای عمومی که در جامعه حاکم هست تکرار میشه که حتی هشدارها از داخل حاکمیت هم داره به اتاقهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی داده میشه که باید به این مسئله فکر کرد، وگرنه اعتراضات سراسری که در پیشه با خشم عمیق‌تر، با خشمی فوران‌تر، با خشمی گسترده‌تر به سراغ جمهوری اسلامی میاد. شیرین ببخشید من یک دقیقه پایانی صحبت خاط رو نشنیدم، فکر کنم مشکل بله میتونیم ادامه بدیم با مواردی که بله میتونیم بیسم با مواردی که قرار پیشش بده شروع کنیم. اگر اجازه بدی من ادامه گزارش از شبکه‌های اجتماعی رو صحبت کنم در رابطه باهاش. دو تا مسئله خیلی عادی که اتفاق افتاد و واکنش‌های خیلی زیادی هم تو سطح اجتماعی داشت و به کارزار ما هم مستقیما مرتبط هست. در ابتدا برمیگرده به مراسم سالگرد ندا آقا سلطان از کشته شدگان سال 88 که این مراسم دیروز برگزار شده بر سر مزار او و خانواده آقا سلطان رو اینا همراهی شدن با خانواده پویا بختیاری که از کشته شدگان 98 هست و از این منظر دو خانواده از دو نسل مختلف، از دو نسل قربانیان جمهوری اسلامی در کنار هم علیه جمهوری اسلامی که برخواست خودشون رو توی همین فضا و همین مراسم اعلام میکنن که میگن ما دادخواهیم، ما دادخواه پویاها و نداها و کسانی هستیم که در 41 سال عمر جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. مسئله بعدی که خیلی حائز اهمیت هست باید بهش پرداخت، ما در برنامه قبلی انقلاب زنانه ویژه کارزار صحبت‌های سهیل عربی رو از زندان قرشنگ برامین شنیدیم که به زبان انگلیسی گفته بود من نمیتوانم نفس بکشم. در این هفته صحبت‌های سهیلا حجاب رو داریم از فعال وکیل و فعال سیاسی محبوس در زندان قرشنگ که یک فایل صوتی خیلی بلند رو ارائه داده و در اون به نکات بسیار بسیار حائز اهمیتی اشاره میکنه که من چند تا از این نکات رو اشاره میکنم. ضمن اینکه اشاره میکنه از شرایط بسیار بسیار بدی که در اون زندان وجود داره برای زندانیان و همچنین تهدیدهایی که به صورت شخصی خانواده اون رو بازداشت کردن، مورد تهدید قرار دادن یا خودش رو به حسب فیزیکی به اصطلاح تهدید کردن، از این صحبت میکنه که در مکالمه با دکتر زندان که از طرفداران فراپاخرس حکومت بوده، در مکالمه با اون میگه که حکومت خامنه ای مشروعیت نداره، میگه که شما اشغالگر این جامعه هستین
و این حکومت باید سرنگون بشه و سرنگون میشه. و در جواب به صحبت هایی که ظریف بیشتر انجام داده بود در این رابطه که ما این انتخاب رو کردیم و انتخاب ما جمهوری اسلامی بوده به نمایندگی از مردم ایران، این حرف رو زد، میگه که مردم با چه زبونی دیگه بگن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوان، جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسیم. این رو از دهه 60 گفتیم، از سال 78، 88، 96 و امسال هم 98. ما حکومت رو به رسمیت نمیشناسیم و این حکومت باید سرنگون شه. صادر شدن چنین پیام‌هایی از داخل زندان که جمهوری اسلامی بیشترین فشارش رو بر زندانیان سیاسی به طور ویژه‌ای اعمال میکنه، زندانیانی که نه خودشون نه خانواده‌هاشون حق نفس کشیدن داخل اون جامعه ندارن و به شدت تحت فشار هستن، اما چنین صداهایی از دل سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی وقتی بیرون میاد یک پیام روشن سیاسی به جمهوری اسلامی هست، پیامی هست که میگه این حکومت باید سرنگون بشه که همه ما بتونیم نفس بکشیم. بله دقیقا همینطور هست. پیامی که داده شده بسیار کوبنده هست و نشون میده که همونطور که در اعتراضات فریاد میزدن نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد، کاملا همینطور جمهوری اسلامی با به بند کشیدن فعالین نمیتونه مبارزه علیه خودش رو متوقف بکنه. یک پیام تصویری میبینیم در رابطه با کارزار و بعد برمیگردیم با صبحان کاظمی، فعال دانشجو از ایران، گفتگو خواهیم داشت در اینکه ببینیم کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم در عرصه دانشجویی چطور پیش میره. I'm a student, teacher, nurse, worker, and 99 persons of Iran. I can't breathe in Iran. من کارگر، معلم، دانشجو، پرستار و 99 درصدی های ایران هستم. من نمی توانم در ایران نفس بکشم. بله برمیگردیم به استدیو پخش مستقیم. صبحان کاظمی رو روی خط داریم. خوش آمدی صبحان کاظمی. میخوایم در رابطه با دانشگاه صحبت بکنیم. امیدوارم که صدای من رو داشته باشی. بله سلام میکنم شما شیرین شخص هم اسمتی همون از دعوتت هست. بسیار خوب. میسم صبحان روی خط هست. میخوایم راجع به اینکه چقدر ضرورت داره پیوستن دانشجویان به کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم صحبت بکنیم و در رابطه با اینکه ببینیم این کارزار در دانشگاه و عرصه دانشجویی تا کجا پیش رفته. میتونیم الان گفتگومون رو با صبحان شروع بکنیم. امیدوارم که میثم صدای من رو داشته باشی. بسیار خوب. ظاهرا میثم صدای من رو نداره. اگر صدای من رو داشتی میثم میتونی برگردی. صبحان در رابطه با کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم میخوایم صحبت کنیم. الان شرایطی هست که دانشگاه یکی از پایگاه های مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی هست و در متن به هر حال وضعیت موجود ما میبینیم که دانشجویان یکی از طیف های پرکار و طیف های بسیار فعالی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی داشتن. فکر میکنی که چقدر ضرورت داره به عنوان یک فعال دانشجو که داری از ایران صحبت میکنی پیوستن به این کارزار، کارزاری که میگه من یک دانشجو در ایران نمیتوانم نفس بکشم؟ دوست داریم نظر تو رو بدونیم در این رابطه. بله، در رابطه با اینکه دانشگاه چه جایگاهی در فضای سیاسی داره، خب فکر میکنم که اشاراتی داشتی و خب اونها بیان میکنه اینکه چقدر برای جنبش سرنگونی، برای اینکه جمهوری اسلامی رو بخوایم به زیر بکشیم، دانشگاه ها و دانشجویان چه نقش اساسی در این زمینه دارن و من بیشتر از این در این رابطه صحبت نمیکنم. اما در رابطه با اینکه ضرورت پیوستن به یک چنین کارزاری که ابعادش رو توصیف کردین در ابتدای برنامه، این چی هست؟ خب ببینید، فضای اعتراضی در دانشگاه ها و در سایر بخش های جامعه بعد از اینکه کرونا شروع پیدا کرد خیلی میشه گفت عادی بود که کمی تحت تاثیر این قضیه قرار بگیره، هرچند که خود اعتراض به مسئله تعطیل نکردن کرونا اولین بار از
دانشگاه ها شروع شد و خب این مسئله شاید کمتر از بقیه جاها توی دانشگاه تاثیر داشت، اما به هر حال یک واقعیته و پیوستن به چنین کارزارهایی و عمل در اونها، اکت اعتراضی در اونها، حضور سیاسی به منظور اینکه بخوایم باز هم اون شاهد عروج جنبش دانشجویی باشیم در اعتراض رو به جمهوری اسلامی، تأثیر بسیار زیادی داره. اینکه این فضای اعتراضی نخوابه، اینکه این فضای اعتراضی با یک شور و با یک اشتیاق و توانمندی و رادیکالیسم عمیقی که جنبش دانشجویی داره باز هم بتونه به عرصه مبارزه علیه جمهوری اسلامی بیاد، این پویایی، این زنده بودن جنبشه خیلی به نظر من موثره. اما در رابطه با اینکه این قضیه چقدر موضوعیت داره هم میتونیم به صحبت بپردازیم، اینکه فضا در حال حاضر، فضای سیاسی در حال حاضر تا چه اندازه درگیر مشکلات و در واقع بدبختی هایی که جمهوری اسلامی داره به جامعه و خب قاعدتا جنبش دانشجویی و دانشجویان تحمیل میکنه، سرکوب هایی که داره، امروز هم یک نمونه از اونها بود که سپیده غلیان رو بازداشت کردن و مسائل این چنینی هم میتونیم به نظر من بیشتر دربارش صحبت کنیم اگه لازم باشه. بله حتما صحبت خواهیم کرد، چون همونطور که گفتی در همین چند روز گذشته دانشجویانی بودن که تحت فشار قرار گرفتن، با توجه به اینکه ما روز گذشته 20 ژوئن بود، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی، دانشجویان زیادی بودن که به زندان افتادن، احکام سنگین براشون بریده شده، چرا که نمیتونن حرف بزنن، جمهوری اسلامی نفس اونها رو میخواد ببره، نمیذاره نفس بکشن، نمیذاره حرف بزنن و حتی دانشجویی که جاش در کلاس درسه، جاش در دانشگاه، باید تحصیل بکنه برای بلندگی و پویایی جامعه، باید بره پشت میله های زندان بشینه و بهترین روزهای عمرش رو در زندان بگذرونه. این کارزار برای همه دانشجویان هست، برای همه کسایی که میخوان حرف بزنن، میخوان نقد کنن، میخوان اعتراض بکنن و میخوان این حکومت رو از سر راهشون بردارن. اما صبحان، تو به عنوان یک فعال دانشجو که فعالیت میکنی در داخل ایران، پیامت رو به دانشجوهای دیگه چی هست و حتی رو به فعالین دانشجویی در رابطه با اینکه بپیوندن به این کارزار و کارزارهای این چنینی که پتانسیل اینو داره که مبارزه رو شدت بده، قوت بده و این روحیه رو مدام در جامعه ببره که ما باید بلند شیم، باید مبارزه جمعی بکنیم. بدون مبارزه جمعی ما نمیتونیم از پس جمهوری اسلامی بر بیاییم. پیام تو به دانشجوهای دیگه و به فعالین دیگه چی هست؟ بله، من فکر میکنم به این دلیل که دانشجوهایی که الان در حال حاضر در حال تحصیل هستن یا حالا فعالین دانشجویی به طور کلی، این رو در نظر بگیریم که ما تمام عمرمون تا به حال اینجوری بوده که با انواع ظلم‌ها و ستم‌هایی که جمهوری اسلامی از عرصه معیشتی گرفته تا آزادی‌های اجتماعی و باقی مسائل به ما تحمیل کرده، تحت تاثیر این تعرض رو به زندگی ما بوده و از اینجا به بعدش هم هیچ آینده مشخصی که بگیم در چارچوب این حکومت قرار تامین بشه برای جوانان وجود نداره. فکر نمی‌کنم هیچ بخشی از جامعه، یا حالا میشه گفت یکی از اصلی ترین بخش‌های از جامعه که باید خودش رو در شرایط اعتراض رو به جمهوری اسلامی قرار بده، دانشجوها هستن. و پیام من رو به این بخش از جامعه اینه که به هر حال فرصت رو در یک چنین موقعیت‌های غنیمت بشمارن. وقتی که یک چنین کارزارهای هست، وقتی که اعتراضاتی در گوش و کنار جامعه از جنبش کارگری، جنبش زنان و و و شکل می‌گیره، علاوه بر این که باید عضو سازمان دهندگان این جنبش ها باشن، باید دانشگاه ها رو ملتهب بکنن، تمام فعالین دانشجویی، تمام دانشجوها حول اون اتفاق و حول اون ایونتی که در حال رخ دادن هست، علاوه بر این مسئله باید یک حمایت همه جانبه هم از یک چنین مسائلی، از یک چنین کارزارهایی، از یک چنین تحرکات اجتماعی داشته باشن و نوک تیز پیکان اون ماجرا رو با، البته با در نظر گرفتن رادیکال ترین نقدها و مطالبات انسانی، رو به جمهوری اسلامی نگه دارن. و به نظر من فعالین دانشجویی، علاوه بر اینکه همه دانشجوها میدونن که این تنها راه نجات زندگیشون هست، اینکه بتونن یک آینده بهتر داشته باشن، فعالین دانشجویی باید با علم به این قضیه که برای رو در روی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و تیشه به ریشه این حکومت زدن، تنها راه اینه که تمام جامعه و تمام دانشجوها رو به تبع بتونن
حول اون خواسته های انسانی خودشون جمع کنن و رو به حکومت تعرض کنن، با در نظر گرفتن اینکه این مسئله تنها راه پیروزی به این شرایط اسفبار ضد انسانی هست، این مسئله رو در نظر بگیرن و راه رو ادامه بدن. کما اینکه توی این چند سال از ابتدای این حکومت تا کنون اینجوری بوده، توی این دو سه سال اخیر بعد از دی ماه 96 که شاهد یک عروج دیگه در جنبش های اعتراضی و جنبش سرنگونی در جامعه بودیم، این اتفاق افتاده. از اینجا به بعد هم به همین منوال این حرکت میتونه ادامه پیدا کنه. بسیار خوب، زنده باد صبحان کاظمی. پاینده با جنبش دانشجویی که یکی از جنبش های اعتراضی مهم و یکی از در واقع ارکان اساسی جنبش سرنگونی هست. ممنون که در این برنامه همراه ما بودی، امیدوارم در برنامه های بعد هم بیایی و صحبت کنی از پیشروی کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم در بین دانشجویان و دانشگاه های سراسر ایران. یک گزارش کوتاه تصویری میبینیم، پیام ارسالی برای کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. به کارزار من نمیتوانم در ایران نفس بکشم میپیوندم و صدای خانواده هم و مخصوصا مادر بزرگم که پرکشیده میشم اینجا و به جای مادر بزرگم میگم که 40 سال در ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری آخوندی بودیم و نتونستیم نفس بکشیم. من صدای دختری میشم که در پارک پلیس مورد تجاوز پلیس و نیروی انتظامی قرار گرفت و نتونست نفس بکشه، نتونست پوشش خودش رو داشته باشه، نتونست اون آزادی خودش رو در پارک داشته باشه. من صدای تمام خانم هایی میشم که در خیابون با لفظ بد باشون صحبت میشه و به طور وحشیانه سوار ماشین گشت ارشادشون میکنن. من صدای اون خانم هایی میشم که به خاطر نحوه پوشش، به خاطر نگرش سیاسی و فرهنگی و مذهبیشون از دانشگاه و محل کارشون اخراج میشن. به کارزار من نمیتوانم در ایران نفس بکشم میپیوندم و صدای خانواده. و اما رنگین کمانی ها، هم جنسگران، دو جنسگران، ترانسکشوال ها و کویر های ایرانی از دست افرادی بودند که نسبت به کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم بسیار حساسیت بالایی به خرج داده و پیوندشون با این کارزار بسیار بسیار جالب توجه بود. در همین زمینه با مهران حمیدی صحبت خواهیم کرد، فعال رنگین کمانی از ایران. مهران حمیدی، امیدوارم صدای من رو داشته باشی و خوشحالم که در این برنامه همراه ما هستی. خیلی ممنون، سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون و مهمانان گرامی در خدمتم. بله مهران، ما در برنامه های قبلی راجع به وضعیت رنگین کمانی ها LGBTQ ها در ایران صحبت کرده بودیم. آخرین باری که فکر کنم با هم صحبت کردیم روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا بود که اومدیم مشکلات LGBTQ ها رو در ایران بررسی کردیم، اما گفتیم جنبشی هست که در واقع داره جلو میره، هرچند نوپا هست اما وسعت بسیار زیادی داره پیدا میکنه و یکی از رادیکال ترین جنبش های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی است. در رابطه با کارزاری که به راه افتاده من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، خود تو به عنوان یکی از فعالین رنگین کمانی و تعداد زیادی رنگین کمانی ها که اومدن اعلام کردن من به این کارزار میپیوندم، بسیار جالب توجه بوده. اما در این رابطه میخوام ارزیابی رو تو رو توی این برنامه داشته باشیم. ارزیابی تو چیه در رابطه با کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم که امروز ما ببینیم یک ترنس ویدیو میفرسته میگه من ترنسم، این مشکلاتم، من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، من یک LGBTQ همجنسگرا هستم، من یه دو جنسگرا هستم، من نمیتوانم نفس بکشم. میخوام ببینم که چی میشه که این کارزار انقدر مورد توجه رنگین کمانی ها قرار میگیره. خب اون چیزی که به نظر من توی این کارزار خیلی وجه مشترک و گسترده داشت این بود که این فریاد مشترک همه انسان‌هایی بود که بی حقوق بودن، به حاشیه رفته بودن و مورد تبعیض و ستم قرار گرفته بودن. یعنی این از این جنبه که می اومد، افراد احساس می‌کردن که داره صدای خود اینهاست، صدای در گلو خفه شده اونها توسط اون سیستم نابرابری که وجود داره، اون سیستم ضد انسانی که داره به اونها نزدیک به 40 سال و بیش از اون ظلم و ستم و تبعیض وارد کرده و به خصوص به LGBT ها
که اصلا هویت وجودی و انسانی اونها زیر سوال رفته، برای رابطه جنسی، رابطه عاطفی، رابطه عشقی اونها مجازات تعیین شده و اینکه اینها نمیتونن راحت زندگی کنن، حتی باید یک زندگی پنهان داشته باشن، باید خودشون رو از همه مخفی کنن، از خانواده، از جامعه، و یک تبعیض سیستماتیک و گسترده علیه اینها اعمال میشه. اون چیزی که توی این کارزار بیشتر به چشم می اومد این بود که افراد با اون همدلی میکردن و می اومدن مشکلات خودشون و اون رنج هایی که کشیده بودن و اون دادخواست خودشون رو انگار داشتن از طریق این کارزار اعلام میکردن. می اومدن میگفتن من یک ترنس هستم، الان میخوام عمل کنم اما با هزاران مشکل روبرو هستم، من یک همجنسگرا هستم، میخوام زندگی خوبی داشته باشم، یک زندگی انسانی برابر آزاد، اما همه جا روبروی من سنگ میندازن، من هیچ چشماندازی واسه زندگی خودم ندارم، به یک پناهنده هستم و دارم انواع مشکلات رو تحمل میکنم که به یک جایی برسم که بتونم بر اساس اون چیزی که هستم زندگی کنم. به نظر من این کارزار اون نگاه انسانی و اون نگاه اعتراضی که درونش بود باعث شد که افراد زیادی به خصوص LGBT ها و جنبش دفاع از حقوق رنگین کمانی ها واردش بشن و یه استقبال گسترده و خوبی از اون داشته باشن. بسیار خوب، مهران صحبتات رو شنیدیم، حالا بیایم راجع به این صحبت بکنیم که هدفی که این کارزار داره، هدفش مبارزه علیه جمهوری اسلامی هست که رنگین کمانی ها و جنبشی که دارن پیش میبرن یکی از ارکان اساسی سرنگونی جمهوری اسلامی هست. حالا این کارزار با این هدف شروع کرده و داره پیش میره برای اینکه بتونه اون مبارزه‌ای که در جامعه وجود داشته رو سرعت بده، قوت بده و عمیق‌تر بکنه. حالا اینجا بحث سر اینه که فعالین رنگین کمانی در ایران چطور میتونن این کارزار رو تقویت بکنن و بیشتر به اون هدف نزدیک بشن و همچنین فعالین رنگ کمان در خارج کشور؟ خب راهی که در پیش مشخصه، ما باید خودمون رو وارد این مبارزه و کارزار کنیم، یعنی بیایم جزی از اون بشیم و همونجوری که میبینیم ما میتونیم از این طریق مشکلات و حرفای خودمون رو بزنیم، بیایم پیام صوتی بدیم، پیام تصویری بدیم، دست نوشته داشته باشیم و به انواع مختلف با کارهای زیادی که میشه درون ایران انجام داد، میشه دیوار نویسی کرد، شعار نویسی کرد، کلیپ پر کرد و انواع مختلف، حتی میشه با همین برنامه‌ای که خود شما دارین انجام میدین با این کارزار تماس بگیرن، اعلام همبستگی، حمایت کنن، از دردها و رنجهای خودشون بگن و همچنین مهمتر از همه اینه که بیان خودشون رو متشکل کنن برای اون مبارزه‌ای که بشه ریشه اصلی این ستم و تبعیض و استثمار رو از بین ببریم. یعنی بیان خودمون رو سازماندهی کنیم، بیان یک کار جمعی متشکل و هدفمند انجام بدیم، خودمون رو قوی کنیم برای اینکه بتونیم این نظام جمهوری اسلامی، این نظام ضد انسانی، این نظام اسلامی رو که داره این فضای ناگوار، تلخ، فلاکتبار رو برای اکثر انسان‌ها به ویژه LGBT توی ایران ایجاد کرده، اون از بین ببریم و این نظام رو با کمک همدیگه سرنگون کنیم. به نظر من ما خب باید در توی خارج این از کشور چطور در خارج از کشور الان ماهایی هست که ما به در واقع فصل پراید نزدیک میشیم و رژه های افتخاری که در شهرهای مختلف برگزار میشه. حالا بعضی کشورها به خاطر ممنوعیت هایی که وجود داره یا محدودیت ها به دلیل ویروس کرونا فعلا اقدامی انجام نمیدن، ولی بعضی جاهای ممنوعیت ها محدودیت ها رو برداشتن، ما ممکنه ما رژه های افتخار داشته باشیم. چجوری میشه این صدای LGBTQ های ایران که من نمیتوانم نفس بکشم رو در خارج از کشور منعکس کرد؟ خب در جاهایی که امکان حضور هست و به خصوص افرادی که خارج از ایران هستن و میتونن تصویر خودشون رو نشون بدن یا صدای خودشون رو برسونن، اینها میتونن با حضور گسترده، با حضور هدفمند بتونن این کارزار رو پیش ببرن. یعنی از این فرصت، این مراسم پراید رو، مراسم غرور و افتخار رو به مراسم و ماه مبارزه با ظلم، ستم، تبعیض و نابرابری و مبارزه با جمهوری اسلامی و تلاش برای سرنگونی اون و
از یک فرصت برای متشکلتر شدن، برای سازماندهی استفاده بکنن. میتونن اونجا پلاکارد هایی با خودشون هم بکنن، خواسته های خودشون رو بنویسن و اینکه در زیر اون بنویسن من در ایران نمیتوانم نفس بکشم و هر نوع مطالبه و خواسته هایی که خودشون دارن، اون پلتفرم مبارزاتی خودشون رو اونجا بنویسن، خواسته های خودشون رو، و در این مراسم حضور پیدا کنن و نشون بدن که LGBT های ایرانی واقعا میتونن و میخوان که به خواسته خودشون برسن و این مسیر و این مبارزه رو همراه با بقیه جامعه دارن پیش میبرن. بسیار خوب، مهران حمیدی، امیدوارم که در برنامه های بعد هم شرکت بکنی و از پیشروی کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم در جنبش رنگین کمانی ها در این برنامه برای ما و بینندگان این برنامه بگی. یه گزارش دیگه داریم، یک پیام تصویری از یک رنگین کمانی از ایران برای کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. من به عنوان یه عضو کوچیک از خانواده LGBTQ های ایران، به عنوان یک ترنس به کمپین من در ایران نمیتوانم نفس بکشم میپیوندم. چرا که در ایران به دلیل قوانین ضد انسانی هیچ موجود زنده ای نمیتونه نفس بکشه. به خصوص ما رنگین کمونی ها که از بد و تولد همواره آسیب پذیر بودیم و زیر فشار حکومت و فرهنگ و قوانینیم و نمیتونیم نفس بکشیم. حتی کوچکترین حق و حقوق انسانی و اجتماعی رو نداریم. از شغل گرفته تا تحصیل توی دانشگاه و حتی اجاره کردن خونه و خیلی چیزای ساده و کوچیک دیگه که حق هر انسانیه و ما ازش محرومیم. به صدای پخش این برمیگردیم انقلاب زنانه رو ملاحظه. سوم هست. امیدوارم که صدای من باشه. اتاق فرمان لطفا من اشاره بکنن. بله صدای من هست. برنامه سوم ویژه کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم رو ملاحظه میکنید. شما میتونید با این کارزار همراه بشید. زن هستید، دانشجو هستید، رنگین کمانی هستید، نویسنده، شاعر، مترجم، کارگر، از هر طیفی هستید، معلمید، پرستارید، بازنشسته اید، از خانواده زندانیان سیاسی هستید، از خانواده جانباختگان 40 سال جنایات جمهوری اسلامی هستید. این کارزار متعلق به شماست. این کارزار متعلق به همه کسایی هست که نمیتونن نفس بکشن به دلیل وجود جمهوری اسلامی. در این قسمت برنامه میخوایم در رابطه با اینکه کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم چطور میتونه در عرصه بین المللی گسترده بشه صحبت بکنیم. میسم، امیدوارم که صدای من رو داشته باشی. با توجه به اینکه مشکل فنی برات پیش اومد، این اطمینان رو به من بده که بتونیم با هم ادامه بدیم برنامه رو. صدای منم حل شد و میتونیم با هم ادامه بدیم. بله حتما. در این بخش برنامه ما گفتگوی خواهیم داشت در واقع با سمن فرحزاد و همچنین امیر پاکباز که در تظاهراتی در شهر کوپنهاگ دانمارک شرکت کرده بود. من به هر دو نفر سلام میکنم. خیلی خوش اومدید به این برنامه. امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. برای اینکه یه تستی هم بزنیم صدای دوستان رو، خوبه که اول سمن و بعد امیر صحبت بکنن که ما اطمینان پیدا کنیم که مشکل فنی وجود نداره. من سلام میکنم به تو شیرین، امیدوارم صدای من رو داشته باشی، همینطور به دوستانی که حضور دارن توی برنامه و بینندگان محترم برنامه سلام میکنم. منم سلام میکنم به شیرین جان و سلام میکنم به همه دوستانی که توی این برنامه با ما همراه هستن. خوشحالم که به عنوان جزئی از کمپین من در ایران نمیتوانم نفس بکشم امروز در این برنامه با شما همراه هستم. بله ما هم همچنین ما هم خوشحال هستیم. البته هفته گذشته ما یک کلیپی رو پخش کردیم در رابطه با شرکتی که در این تظاهرات داشتیم، اما این دفعه خب ما هم خیلی خوشحالیم که تونستیم حضور شما رو در این برنامه داشته باشیم. اما میسم اگر حضور ذهن داشته باشه، هفته گذشته ما در رابطه با ضرورت در واقع فعالیت در خارج از کشور و فرصت‌های مثل تظاهرات‌ها، تجمع‌ها، آکسیون‌ها صحبت کردیم که چقدر ضرورت داره اینها رو به عنوان یک فرصت‌های مهم تلقی کرد و صدای مردم ایران بود در خارج از کشور. اگر موافق باشی میسم میتونیم گفتگو با سمن و امیر رو در این زمینه پیش ببریم. من سلام میگم ابتدا به امیر و سمن عزیز.
خب بله درست میگه، هفته گذشته از از حضور همراهان کارزار در تجمع صحبت کردیم، کرد از شهرهای آلمان. من اینجا دوست دارم شروع کنم سوالاتم رو از سمن فرهزاد. سمن، سوال اساسی این هست که اصلا چه ضرورت و اهمیتی داره که همراهان کارزار من در ایران نمیتوان نفس بکشم، یه تجمعات و اکسیون های اعتراضی که به ویژه این روزها خیلی فراگیر شده تو سطح جهان، ارزندام کنن و صدای این کارزار رو که در واقع صدای جامعه ایران هست که زیر چکمه‌های جمهوری اسلامی نمیتونه نفس بکشه رو توی اکسیون ها منعکس کنه. چرا ما فکر میکنیم این ضرورت داره؟ بله میسم، سوال بسیار خوبی پرسیدی. برای اینکه ما میبینیم که این کارزار در واقع من نمیتوانم نفس بکشم، به طور مشخص بعد از قتل جورج فلوید وقتی توی آمریکا اتفاق افتاد، دیدیم که چطوری به سرعت این کارزار سراسری شد و همه دنیا رو گرفت این کارزار. و این کارزار انقدر در واقع سریع منتشر شد که بعد از اون توی کشورهای مختلف ما شاهد این بودیم که اومدن مردم و بعد از اون که حمایت کردن از این کارزار در آمریکا، حالا اومدن و دردهای خودشون و مشکلات خودشون و کمبودهای خودشون رو به یه شکلی اومدن بیان کردن. حالا وقتی ما برمیگردیم به ایران، میبینیم توی یه شرایطی که در واقع کرونا اومده و دنیا رو گرفته و این اتفاق هم در زمانی افتاد که بیماری کرونا جون خیلی ها رو گرفته و آدم ها رو محدود کرده، آدم ها رو خونه نشین کرده، ولی با وجود همه این اتفاق ها مردم اومدن توی خیابون ها. وقتی به ایران میرسیم میبینیم این یک ابعاد بسیار وسیع تری پیدا میکنه توی ایران، چرا که توی ایران اگر یک جایی مثل آمریکا علیه اون تبعیض، علیه تبعیضی که اون حکومت علیه رنگین پوستا و به طور مشخص سیاه‌پوستان آمریکا اعمال میکنه و میان مردم اعتراض میکنن علیه این تبعیض و اعتراض میکنن علیه این خشونت پلیس، توی ایران مردم 40 ساله که دارن اعتراض میکنن علیه فقر، علیه بیحقوقی، علیه تبعیضایی که به طور سیستماتیک حکومت داره اجرا میکنه، علیه قوانین در واقع ضد زن و علیه همه بیحقوقی هایی که توی این 40 سال داریم. حالا مردم در واقع توی ایران وقتی این کارزار شروع شد، اومدن و گفتن که ما هم در ایران نمیتونیم نفس بکشیم. این کارزار با استقبال بسیار گسترده توی ایران مواجه شد، استقبال بسیار گسترده از جانب تشکلها، گروههای مستقل، دانشجویان، زنان، بیکاران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و به شکلی در واقع همه اقشار مختلفی که توی ایران بودن، این احساس رو کردن که ما میتونیم از این طریق صدای خودمون رو به گوش دنیا برسونیم. وقتی چنین کارزار جهانی را افتاده و مردم دنیا میگن ما نمیتونیم به خاطر این سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که الان دولت‌ها و حکومت‌های ضد انسانی راه انداختن، این صدای ما هم باید به گوش دنیا برسه. ما 40 ساله در واقع زیر فشار این بیحقوقی‌ها هستیم. خوبه همین جای استاپ کنیم بریم سراغ امیر. امیر شیرین اشاره کرد که توی در طی هفته گذشته توی اکسیون اعتراضی شهر کوپنهاگ دانمارک شرکت کردین از طرف کارزار و بعد می‌خواستم یه مقدار توضیح بیشتری بدین اساسا در رابطه با خود این تجمع اعتراضی، این اکسیونی که در این شهر برگزار شد، فضاش چجوری بود، چه شعارهایی میدادن و اساسا حضور اعضا و همراهان کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم چه جایگاهی داشت داخل این اعتراض؟ بله میسم جان، سمن جنبه بین‌المللیش رو توضیح داد. در رابطه با خواست این تظاهرات میخواستم بگم این تظاهرات به دعوت 6 گروه حقوق بشری و سوسیالیستی در دانمارک برگزار شد که علارغم شرایط کرونایی چند هزار، فکر کنم 5 تا 6 هزار نفر تو این تظاهرات شرکت کردن. نکته ای که خیلی قابل توجه بود این بود که آدمایی که تو این تظاهرات شرکت کرده بودن اومده بودن اعتراض کنن به تبعیض و نابرابری، اما این بار در این تظاهرات در رابطه با
نقض حقوق مهاجرا و پناهجویانی بود که در کمپ های بسته هستند. حالا نمیدونم چقدر میدونی تو دانمارک متاسفانه قوانین حکومت سیستم مهاجرتیش به نوعی ضد انسانی حرکت میکنه و پناهنده هایی که کیساشون بسته میشه و جواب نمیگیرن رو به کمپ های بسته که مثل زندان هست میفرسته. در پلاکارد هایی که تو این تظاهرات حتما دیدین نوشته بود کمپ های بسته را ببندید، زندان ما در دانمارک ما زندان نداریم و انسان ها برابر هستند، و در واقع به این شکل دفاع میکردن از حقوق پناهجوان و پناهنده هایی که من خودم باهاشون صحبت کردم حدودا 150 تا پناهجو و پناهنده ایرانی هستند تو این کمپ ها که با خانواده هستند. اینها کسایی بودن که در ایران نتونسته بودن نفس بکشن و متاسفانه وقتی به دانمارک اومدن از دست جمهوری اسلامی فرار کردن که به یک جایی برن که بتونن نفس بکشن، متاسفانه تو دانمارک هم در شرایطی قرار گرفتن که باز در اینجا هم نمیتونن نفس بکشن. با ما به این کمپین اومد، از طرف کمپین من در ایران نمیتونم نفس بکشم همبستگی خودمون اعلام کردیم، به این تظاهرات پیوستیم تا هم صدای مردم ایران رو فریاد بزنیم و هم معرفی کنیم کمپین خودمون رو در این تظاهرات که به گوش خبرگزاری و رسانه‌های مختلف برسه. اوکی، اتفاقا من نکته خیلی مهمی هم اشاره کردی در رابطه با پناهجویان، به ویژه پناهجویان افغانستانی صحبت کردی که ما میدونیم بخشی از این کارزار هم مرتبط به همین مردمی هست که به اصطلاح افغانستانی هستن یا خارجی هستن در ایران سکونت دارن که مستقیما قربانی جمهوری اسلامی و سیاست‌های فاشیستیش هستن، که در این رابطه من سوالی دارم از خود سمن، اما پیش از اینکه از سمن سوالم رو بپرسم خوبه یه نگاهی داشته باشیم به ویدیویی که از این اکسیون اعتراضی در شهر کوپنهاگ دانمارک بوده. اگر ویدیو آماده باشه خوبه با هم میبینیم و ادامه میدیم برنامه. امروز 13 جون، کوپنهاگ دانمارک، از طرف کمپین من در ایران نمیتوانم نفس بکشم به تظاهرات اعتراضی توسط شهروندان دانمارکی در حمایت از پناهجویان و مهاجران و اعتراض به شرایط نامناسب کمپ های پناهندگی به اینجا آمده ایم. همونطور که میبینید هزاران تن از شهروندان دانمارک در جنبش بیداری شرکت میکنن تا اعتراض خودشونو به تبعیض، نابرابری، راسیسم و نقض حقوق پناهندگان نشون بدن. گزارش قابل توجهی بود از تظاهرات در دانمارک با شعار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، که همونطور که توضیح داده شده در این گزارش این یک اعتراض علیه سیاست‌های دولت دانمارک هست که افرادی که خودشون رو مسئول میدونن در قبال مردم جامعه که بخشن پناهجویان هستند، علی رغم وجود ویروس کرونا به خیابون ها اومدن و برای انسانیت و برای انسان شأن و کرامت و منزلت انسانی دارن اعتراض خودشون رو نشون میدن. در برنامه گذشته صحبت از این بود که وقتی دولت ها گفتن ما محدودیت ها رو بر میداریم که چرخه اقتصاد به چرخه مورد توجه جامعه قرار نگرفت، اما همون جوامع برای دفاع از انسان و انسانیت با وجود بیماری کووید 19 و خطر ابتلا به ویروس کرونا به خیابون ها اومدن، چرا که مهم انسان و انسانیت هست. میسم میتونیم صحبت با دوستان رو ادامه بدیم. اوکی، دقیقا درست میگی شیرین، اما خوب رجوع کنیم به سمن. سمن، توضیحات رو شنیدیم در رابطه با محتوا و مضمونی که این اکسیون داشت، اما من میخوام در همین رابطه بحث پناهجویان، اما شخصا پناهجویان ایرانی و افغانستانی یا علالعموم فارسی زبانان، میخواستم در این رابطه صحبت کنیم. ما میدونیم که همه این افراد از دست جمهوری اسلامی گریختن، فرار کردن به کشورهای دیگه پناه آوردن، و جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این هست که نفس کشیدن رو، زندگی کردن رو از این افراد گرفته، و تعداد بسیار زیادی از این افراد در اروپا، آمریکای شمالی و سایر
کشورها هم شاهد هستیم. چطور میشه این افراد که قربانی جمهوری اسلامی به طور ویژه و همچنین نظام تبعیض‌آمیز سرمایه‌داری هستن، چجور میشه صدای خودشون رو بلند کنن در این آکسیون ها و بگن ما نمیتونیم نفس بکشیم و به این کارزار بپیوندن؟ همونطوری که اشاره کردی میثم، توی این سالهای اخیر ما موج زیادی از پناهجوانی رو داشتیم که در سراسر دنیا، که به طور مشخص از دست اون حکومت‌هایی که ازشون نام بردیم به عنوان حکومت‌هایی که تبعیض و فساد و سرکوب مشخصه اونهاست، فرار کردن و اومدن توی اروپا. توی کشوری مثل دانمارک هم تعداد خیلی زیادی هستن پناهجویان افغانستانی و به طور مشخص ایرانی هایی که اومدن، و سیاست های این دولت ها هم همزمانی با اینکه تعداد این پناهجوها بیشتر شده، سیاست های سختگیرانه و ضد انسانی این دولت ها هم روز به روز بیشتر شده، فشار رو بر این پناهجوها بیشتر کردن و در واقع راه نفس کشیدن اونها رو هم توی کشوری که اومدن برای اون که یه زندگی بهتر داشته باشن هم بند آوردن. توی همچین شرایطی خب ما در واقع این کار رو انجام دادیم. ما رفتیم توی تظاهراتی که پناهجویان بودن، و جالبه که این نکته رو بگم، این تظاهراتی که برگزار شد به فاصله یک هفته دومین تظاهراتی بود که توی خود شهر کوپنهاگ بود. یک هفته قبل از اون تظاهراتی بود که در حمایت جورج فلوید بود که 15,000 نفر فقط در خود شهر کوپنهاگ دانمارک برگزار شد، و درست چند روز بعد از اون مردم اومدن و دفعه قبل به خاطر حمایت از جورج فلوید بود، ولی این دفعه اومدن و در اعتراض به مشکل خودشون، مشکلی که خودشون با حکومت و دولت دارن، اعتراض کردن. نه هفته قبلش در حمایت، و این دفعه صدای اعتراض خودشون رو بلند کردن. صدای اعتراضشون هم به این دلیل که گفتن این تبعیضی که علیه انسانهایی که اینجا دارن در واقع توی کمپ ها هستن، این صدای اعتراض رو بلند کردن. حالا کاری که واقعا کمپین که این کارزار کرد، در واقع کارزار من نمیتوانم نفس بکشم، رفت توی این تظاهرات با عکس ها و تصاویری از کسانی که توی ایران دارن فریاد میزنن ما نمیتونیم نفس بکشیم، کسانی که الان توی زندان ها هستن، دانشجویانی که پشت میله های زندان هستن، کارگران، معلمان، زنانی که الان زندانی شدن و نمیتونن نفس بکشن، و ما با اسامی اونها، عکس اونها و با این هشتگ رفتیم و اینو معرفی کردیم توی اون کارزار، و پناهندگان هم بسیار استقبال کردن، و همونجوری که توی ویدیو هم ما شاهد بودیم و هفته گذشته هم پخش شد، ما میبینیم که میاد و میگه من یک کسی هستم که مشکل سیاسی دارم در ایران، نمیتونم نفس بکشم، اینجا هم نتونستم. به نظر من هرچی بیشتر بیان و صدای خودشونو بلندتر اعلام کنن و اعتراض کنن و فریاد بزنن و بگن که ما میخوایم نفس بکشیم، این حق انسانی ماست و ما این حق رو باید بگیریم، و ما هم توی این کارزار داریم حمایت میکنیم و داریم همگام با افرادی که معترض هستن، چه تو ایران چه خارج از ایران، ایرانیان که تحت فشار هستن، داریم پیش میریم، و من فکر میکنم باید افراد بیشتری به این کارزار بپیوندن، بیان همراه بشن با ما و از این طریق ویدیو بفرستن، و اگر توی یک تجمع اعتراضی شرکت میکنن برن و صداشون رو فریاد بزنن، و این حرکت هی باید گسترده تر بشه، اجتماعی تر بشه و فراگیرتر بشه. وقت محدود هستم من، اما در این رابطه خیلی میشه صحبت کرد، اما من با عنوان آخرین سوال مجبورم برم سراغ امیر. امیر، میدونیم که همیشه اکسیون‌های اعتراضی خارج از کشور یه نقش ویژه‌ای رو داشته در تصویر عمومی که جامعه ایران از این اعتراضات میگیره، از نمایندگی شدنش در سطح بین‌المللی. اما مشخصا در رابطه با این کارزار، با توجه به موقعیتی که الان توش قرار داریم، فکر می‌کنی حضور همراهان کارزار و حضور کسایی که به هر طریقی سمپاتی دارن به این حرفی که این کارزار داره میزنه، من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، یا حتی اگر خارج از ایران هستم الان به این دلیل بوده که در داخل ایران نمیتونستم قبلا نفس بکشم، پیامی که شرکت در همچین اکسیون‌ها داره که ایرانی‌های خارج کشور شرکت کنند این اکسیون‌ها، چه پیامی میتونه داشته باشه برای مردمی که الان داخل ایران دارن زندگی میکنن؟ من صدای منو دارید میثم جان؟
من فکر میکنم هر جایی که نغمه و صدای آزادی هستش برای آزادی و هر جا که اعتراضی برای نقض حقوق بشر، تبعیض و نابرابری هست، ما به عنوان نمایندگان مردم ایران، کسایی که پشت دیوار اختناق و سانسور هستند، وظیفه داریم اینجا نشون بدیم خودمونو و نمایندگی کنیم مردممونو، نمایندگی کنیم رومیناها، لیلاها و کارگرانی که همین امروز، معلمانی که همین امروز شاهد تظاهرات و اعتراضشون هستیم، از هفتپه بگیر، از کارگران راهان زاگرس، از کارگران فاضلاب خوزستان و جاهای دیگه. خب من فکر میکنم اون چیزی که به هموطنانمون برمیگرده، به ایرانیای خارج کشور، اینه که ما منتظر نشینیم که یه قیام آبان 98 باشه و بعد به خودمون بیایم به خیابونها بیایم. من فکر میکنم جنبش سرنگونی یک روند هستش و سرنگونی یک روند هستش و نه یک نقطه‌ای که اگه یه موقع مردم ایران تو خیابون ریختن ما بیایم. مردم ایران به دلیل شرایط موجود در جامعه ایران اعتراضشون رو دارن روزانه اعلام میکنن، ولی منی که تو خارج کشور هستم باید از فضای بازی که اینجا هست استفاده کنم، همونطور که سمن گفت، این کارزار رو معرفی کنم، صدای مردم رو برسونم و اینو بگم که اگه دشمن ما جمهوری اسلامی سازمان یافته هستش، پس ما هم باید بدون اینکه تکی حرکتی کنیم، سازمان یافته و متحد با هم در کنار هم این صدای مردم ایران رو فریاد بزنیم که بتونیم هماورد جمهوری اسلامی بشیم. من یک نمونه کوتاه میگم میثم جان، از همبستگی که توی خارج کشور شکل گرفت در اپوزیسیون و مشخصا اشاره میکنم به کارزار قاضی فراری غلامرضا منصوری که تو این دو سال کمپینی شکل گرفت. خب مینا احدی پشت این داستان بود و برخی از فعالین سیاسی در اپوزیسیون، که کار رو به جای رسید که این شخص مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار گرفت و دیگه نتونستن این موضوع رو ماسمالی کنن و بپوشونن و نهایتا رژیم مجبور شد که اینو خودکشی کنه. مثل نمونه و ورژن های سعید امامی و خاشقچی ما داشتیم در ترکیه، شهروند عربستانی که اطلاعاتی داشت که میتونست دریچه رو رو به فساد سیستم باز کنه. خب من فکر میکنم همه وظیفه ما به عنوان کسایی که تو خارج کشور هستیم اینه که بیایم بیشتر خودمون رو نشون بدیم و بیشتر حضور پیدا کنیم تا بتونیم سازمان یافته تر در مقابل جمهوری اسلامی یه حرکتی رو پیش ببریم. بله، زنده باد امیر پاکباز. این مسئله همجور که گفتید بسیار مهم است، فعالیت ایرانیان خارج کشور در رابطه با مسائل مربوط به فضای سیاسی ایران. شیرین، من میکروفون رو در اختیار تو میذارم. سارا به گرمی می فشارم، امیدوارم که در برنامه های بعد هم همچنان با ما باشن، بیان توضیح بدن که در خارج از کشور چطور صدای مردم ایران، صدای اعتراضشون رو بلند کردن و چطور نمایندگی کردن، صدای حق خواهی، برابری طلبی و صدایی که در جنبش سرنگونی امروز داره بلند و بلندتر میشه. اما بریم سراغ یکی از گزارشاتی که از ایران فرستاده شده، یک پیام تصویری، یک زن جوان که مقابل دریا وایساده و در یک فاصله 100 متری داره توضیح میده. میگه سهم من، سهم من زن از دریا یک مرد و پوشش کامل هست. من یک زن در ایران نه سهمی از دریا دارم، نه سهمی از استادیوم و نه آزادی پوشش و نه حق بیان و نه حق زن بودن. میبینیم و برمیگردیم. سهم زن از دریا، پوشش کامل، وجود یک مرد. سهم زن از دریا، پوشش کامل، یک مرد. سهم زن از دریا، پوشش کامل، یک مرد. من در ایران زندگی می کنم. به لطف قوانین متحجرانه و واپسگرایانه جمهوری اسلامی ایران، من از دریا، از استادیوم سهمی ندارم. من در ایران نمی توانم نفس بکشم. در رابطه با کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، شعله پاک روان هم به این کارزار پیوست و اعلام حمایت کرد، که امیدوارم در برنامه های بعد حتما شعله پاک روان رو داشته باشیم و گفتگو بکنیم به عنوان زنی که فرزندش رو به قتل رسوندن، به عنوان زنی که به خاطر دفاع از فرزندش تحت
پیگرد امنیتی و قضایی قرار گرفت و مجبور به ترک ایران شد و میگه من در ایران که بودم نمیتوانستم نفس بکشم. شعله پاکروان از امضا کنندگان کیفرخواست 40 سال خشونت ها و جنایات های سازماندهی شده حکومتی علیه زنان هست. همچنین مادر ریحانه جباری، دختری که در دفاع از خودش در مقابل تجاوز جنسی متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام شد. پس از اعدام ریحانه، شعله پاکروان به شدت تحت فشار قرار میگیره تا جایی که به معنای واقعی نمیتونه نفس بکشه و در نهایت مجبور به ترک ایران میشه. این کارزار متعلق به پدران و مادران و خانواده های کشته شده های 40 سال جنایات جمهوری اسلامی هست، از جنایاتی که در دهه 60 جمهوری اسلامی مرتکب شده، خاوران، اعتراضات سراسری 88، اعتراضات سراسری دیماه 96، اعتراضات سراسری آبان 98، قتل‌هایی که در هواپیمای اوکراینی رخ داده و بسیار بسیار جنایاتی که جمهوری اسلامی در طول 41 سال گذشته مرتکب شده. این کارزار پاسخی است به جمهوری اسلامی، به حکومتی جنایتکار. همچنین از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی که به کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم، با توجه به اینکه وقتمون فشرده هست، لیستی را آماده کرده بودیم که بگیم چه کارزارهایی در واقع، چه کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی پیوستند به این کارزار، اما با توجه به اینکه وقتمون کمه معرفی می‌کنیم. صفحه اینستاگرامی دامن سرخ که در رابطه با باکرگی اجباری فعالیت میکنه و نه به باکرگی اجباری میگه، پیامی رو فرستاده در راستای پیوستن به کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. مسئله باکرگی هم یکی از موارد بسیار مهمی هست که فعالین پیشرو حقوق زنان در رابطه با اون کار کردن که باکرگی در واقع خشونت واضح و آشکار علیه زنان هست. باکرگی یعنی اینکه مهر تاییدی بر این که زنی باید دست مالی نشده تحویل یک مرد دیگری داده بشه. باکرگی یعنی اینکه زن هویت انسانی نداره، بلکه کالایی هست که باید از دست پدر، برادر و خانواده به دست شوهر برسه. ما مخالف باکرگی هستیم، چرا که باکرگی خشونت آشکار علیه زنان هست. و پیامی که میبینید توسط مدیر و مؤسس صفحه اینستاگرامی نه به باکرگی اجباری هست که به کارزار من در ایران نمیتوانم نفس بکشم پیوسته. من در حکومت جمهوری اسلامی ایران که به شدت ضد زن هست نمیتوانم نفس بکشم. در حکومتی که صدای اعتراض منطقی مردمش رو با گلوله و شکنجه و زندان میده و زبانشان هم دراز است. در کشور من زنان جنس دوم شناخته میشن و به شدت تحقیر میشن و متجاوزین به زنان راست راست در خیابان راه میروند و زنان گناهکار شناخته میشوند. چرا؟ چون زن هستن. من در حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتوانم نفس بکشم. من لحکومت جمهوری اسلامی ایران نتوانم نفس بکشم. من حاوی رفتی، مدیر و مؤسس کمپین دامن سر با شعار نه به واکرگی اجباری هستم و به کارزار من نمیتوانم در ایران نفس بکشم میپیوندم. بله، پیام مدیر و مسئول صفحه اینستاگرامی نه به باکرگی اجباری رو ملاحظه کردید. همونطور که گفتم، باکرگی در واقع خشونت آشکار علیه زنان هست و در همون راستای ناموس انگاری زن. و اما ناموس چی هست؟ ما در ماه گذشته ده ها و ده ها خشونت و قتل ناموسی علیه زنان رو شاهد بودیم. یکی از تلاش های ما و دیگر فعالین پیشرو حقوق زنان این بوده که این رو اثبات بکنیم که زن هویت مستقل انسانی داره. زن متعلق به فرد دیگری که مشخصاً مرد باشه، حالا پدرش، برادرش، شوهرش، خانوادش، حتی متعلق به طایفه و قوم و فامیل خودش، حتی متعلق به همسایگان خودش نیست. زن یک انسان
مستقل هست و باید این هویت انسانی به رسمیت شناخته بشه. اما متاسفانه در جامعه‌ای که ما شاهدش هستیم، حکومتی رو می‌بینیم که از زن یک ناموس ساخته و سالانه بیش از 32 سازمان و وزارتخانه و نهاد در امر ناموس و ناموس انگاری زن با توجه به تبلیغات حجاب و عفاف دارن فعالیت میکنن و خود جمهوری اسلامی هست که ناموس و ناموس پرستی رو در واقع داره دامن میزنه، به مسئله شرف و حفظ شرف و غیرت مردانگی داره میپردازه، طوری که مردان رو آموزش میده که حتی اگر موقعی شد که غیرتتون به خطر افتاد میتونید سر زنتون رو ببرید، سر بچه‌تون رو ببرید. من جمهوری اسلامی ازتون حمایت میکنم، چرا که این حکومت روی زن ستیزی بنا شده. در این حاکمیت مرد قدیسه و زن فتنه هست و آموزش میده که چطور میتونید این فتنه رو از بین ببرید وقتی که عفاف شما به عنوان یک مرد که در گروه عفاف یک زن هست لکه دار شده. اما سکوت در مقابل جمهوری اسلامی صورت نگرفته. ما فعالین بسیار زیادی رو داشتیم که در ماهای اخیر، در سالهای اخیر جمعهایی رو درست کردن، کمپینهایی رو به راه انداختن تحت عنوان زن ناموس هیچ کس نیست، نه به قتلهای ناموسی. در همین رابطه بعد از به قتل رسیدن رومینا اشرفی هم در سنندج تجمع اعتراضی برگزار شد تحت عنوان اینکه زن ناموس هیچ کس نیست. و فراخانی که انقلاب زنانه میده این که هر انسان شریفی، هر انسان مدافع حقوق زن این رو فریاد بزنه، زن ناموس هیچ کس نیست. چیزی که امروز ضرورت داره اینه که ما به عنوان فعالین پیشرو، ما به عنوان آزادی خواهان، ما به عنوان برابری طلبان، ما به عنوان کسانی که معتقدیم سرنگونی جمهوری اسلامی اولین گام رهایی جامعه ایران به خصوص زنان در ایران هست، باید این پرچم رو بلند کنیم. زن ناموس هیچ کس نیست. میبینیم و میشنویم بیانیه جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج. مینا اشرفی به دست پدر جنایتکارش در صدد بحث و تحلیل و تفسیرهای روزهای اخیر است. قبل از هر تحلیل و تفسیری، هر کسی که بویی از انسانیت برده لازم است به شدیدترین وجهی خشم و انزجار و نفرت خود را از این جنایت مهیب و این بربریت عصر حجری اعلام بدارد. ما ضمن همدردی با مادر داغدیده رومینا، اعتراض خشم آتشین و جانگداز این مادر زجدیده قابل درک و برحق است و باید در اندوه او شریک بود و هستیم. حق دارد بخواهد قاتل به سزای اعمالش برسد و جلوی چشم او نماند. باید به او راه نشان داد که به جمع خشم و نفرت و اعتراض بپیوندد. در یک سیستم مترقی با استانداردهای عدالت خواهانه لازم است این مجرمین به سزای اعمالشان برسند. جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج 8 خرداد 1399. مینا اشرفی به دست پدر میسم. امیدوارم که صدای من رو داشته باشه. در بخش قبلی من توضیح دادم که کانال ها و گروه های تلگرامی استقبال بسیار خوبی کردن از کارزار من در ایران، نمیتوانم نفس بکشم. اما دوست دارم که نظر تو رو هم بدونیم در رابطه با اینکه در هفته گذشته چقدر این استقبال زیاد بوده از کارزار من در ایران، نمیتوانم نفس بکشم. البته من فقط یکی از صفحات اینستاگرامی نه به باکرگی اجباری دامن سرخ رو اشاره کردم، ولی با توجه به اینکه وقتمون کوتاه و خیلی زیاد بودن صفحات و گروه های تلگرامی، نمیخوایم به دونه دونه شون اشاره بکنیم، اما میخوایم بگیم چه فضای حاکم بود در شبکه های اجتماعی و مجدداً این رو اشاره بکنیم که چقدر تأثیر داره در شبکه های اجتماعی این ابزار انقلاب. امروز این کارزارهایی مثل کارزار من در ایران، نمیتوانم نفس بکشم رو روش کار کرد. حسین اشاره کردی هفته گذشته در برنامه قبلی یه لیست تمام عیارای از کانال‌ها و گروه‌هایی که منتشر کرده بودند و بازنشر داده بودند اطلاعیه‌ها و متریال‌های این کارزار رو صحبت کردیم. اما ظرف این هفته اتفاقی که افتاد یه دامنه وسیع‌تری پیدا کرد و در گروه‌های سیاسی، غیر سیاسی، تالارهای گفتمان به شکل وسیعی هم همونجور که کارزار وسعت بیشتری پیدا میکرد و ابعاد بیشتری رو خودش میگرفت، آدم های بیشتری رو خودش جذب میکرد، به همون میزان متریال هایی که تولید میکرد رو به جامعه در این رابطه بیشتر میشد و طبیعتاً بازنشر اونا، پخششون توی
شبکه های اجتماعی مختلف هم بیشتر و مشخصا توی تلگرام که به سر اصلی فضاسازی و کارکرد داخل فضای سیاسی ایران هست، توی هفته گذشته شاهد بودیم که به شکل وسیعی متریال های به ویژه متریال های تصویری این کارزار مورد توجه اقبال عمومی قرار گرفته و به شکل قابل ملاحظه ای داره پخش میشه. اما در رابطه با اینکه چه کانال هایی بودن، چه گروه هایی بودن، تعدادشون زیاد هست و باید یک لیست تمام عیار رو من آماده کنم اگر بخوام بهشون اشاره کنم، ولی به طور مثال آتیست کامیونیتی، گروه تلگرامی آتیست کامیونیتی و به طور مثال ترجمان جمهوری خواهان، گروه تلگرامی پیشگام یا از این قبیل کانال ها میشه اشاره کرد. بسیار خوب میسم، حتما در برنامه آینده این فرصت رو خواهیم داشت که بیشتر راجع به این صحبت بکنیم و حتی لازم باشه لیست کانال ها و گروه های تلگرامی رو بیاریم در برنامه و اونها رو بهش اشاره بکنیم. اما با توجه به اینکه برنامه به صورت زنده داره پخش میشه، در اینستاگرام انقلاب زنان هم داره پخش میشه، ظاهرا دوستان سوال کردن که ما چطور میتونیم به این کارزار بپیوندیم. ما در کانال تلگرام انقلاب زنان، در توییتر و اینستاگرام بارها گفتیم که چطور میتونید به این کارزار بپیوندید. این بار هم تکرار میکنیم، شما با ارسال پیام خودتون به صورت تصویری، صوتی و یا نوشتاری میتونید به این کارزار بپیوندید و بگید، برای ما بگید، بنویسید، صحبت کنید که چرا نمیتونید در ایران نفس بکشید. اگر زن هستید، رنگین کمانی هستید، دانشجو هستید، پرستارید، معلمید، چرا فکر میکنید که نفس کشیدن در ایران حق شما هست و این حق از شما سلب شده؟ شما میتونید با گرفتن پلاکارد تو دستتون، دست نوشته هایی در دستتون بنویسید که نمیتونید در ایران نفس بکشید و صحبت بکنید، برای ما بفرستید، برای این کارزار بفرستید، عکس های سلفی بگیرید، دیوار نویسی کنید، گرافیتی کنید، تراکت پخش بکنید، کارهایی که در همین چند روز گذشته انجام شده، دیوار نویسی هایی که نوشته شده به زبان انگلیسی، من در ایران نمیتوانم نفس بکشم و این دیوار نویسی ها امروز در کلیپ های مختلف داره پخش میشه و حتی در فضای بین المللی داره ریتوییت میشه تحت عنوان اینکه این جنبش من نمیتوانم در ایران نفس بکشم پیوند خورده به من نمیتوانم نفس بکشم جهانی. خیلی از این کارها رو انجام شده و شما میتونید الگوهایی رو که انجام شده رو به کار ببرید. رقصنده هستید، برقصید، مخصوصا اگر یک زن هستید و ممنوع هستید در ایران برای رقصیدن. خواننده هستید، نوازنده هستید، یک اثر هنری خلق کنید و برای این کارزار و از این طریق به این کارزار بپیوندید. هر امکانی که دارید، روابط انسانی دارید، هر ایده و خلاقیتی که دارید به کار بگیرید تا به این کارزار بپیوندید. از طریق راه تماس @sjktamas در تلگرام میتونید در تمام طول شبانه روز با ما در ارتباط باشید. سوالی دارید، ابهامی دارید، پیشنهادی دارید، ایده‌ای دارید، با ما در میون بذارید. به انقلاب زنانه بپیوندید، این ضرورت امروز ماست تا بتونیم مسیری که داریم میریم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمترین هزینه و با بیشترین سرعت طی بکنیم. من به عنوان یک جوان فارغ التحصیل و عضو جامعه ایران که حکومت هیچ پیشبینی و امکاناتی برای کار و زندگیش فراهم نمیکنه، با آینده گنگ و مبهم روبرو هستم. در صورت هر گونه اعتراض به این شرایط، جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن هم ازم میگیره. یک معترض، یک آتئیست، یک رنگین کمانی، یک زن، یک دانشجو، یک کارگر و حتی طبیعت هم با وجود جمهوری اسلامی امکان نفس کشیدن نداره. من هم در ایران نمیتونم نفس بکشم. من ایرانی ساکن دانمارکم. تو ایران زندگی مرفه و درآمد بالایی داشتم، اما بطای اون زندگی رو به لغاش بخشیدم و ترجیح دادم سختی های مهاجرت رو به دوش بکشم و زندگی ما از صفر شروع کنم، چرا که تو ایران نمیتونستم نفس بکشم. با وجودی که الان دیگه تو ایران نیستم، اما شنیدن اخبار اسفبار ایران هر روز عذابم میده و بازم احساس تنگی نفس میکنم وقتی میبینم که مردم عادی زیر این همه فشار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، غیره و غیره دارن خفه میشن. مردم ما در حقیقت نفس نمیکشن، فقط در انتظار سقوط هر چه زودتر رژیمن تا بلکه بتونن نفس بکشن. پزشک ایرانی، من شهین کابولی، من یک آتئیست هستم.
من یک سوسیالیست هستم، یک آزادی خواه، مدافع برابری زن و مرد در ایران هستم. من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. از وقتی که جوانان و زنان و کودکان کرد به کوبلی روی آوردن و جواب آنها گلوله است، من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. من یک پناهندم، در ایران نمیتوانم نفس بکشم. به خاطر حق زندگی، نداشتن امنیت، نداشتن حقوق بشر، نابرابری، به خاطر سنگسار، در ایران نمیتوانم نفس بکشم. به خاطر نداشتن آزادی بیان، نابرابری حق پوشش، حجاب اجباری، حکومتی که بر اساس زن ستیزی بنا شده و زن جنس دوم حساب می شود، من در ایران نمیتوانم نفس بکشم. از وقتی که اجازه گرفتن پاسپورت به امضای همسرم هست، از وقتی به حکم اسلام فرزندان به نام پدران می باشد، من در ایران نمی توانم نفس بکشم.